به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش دو من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه موقعیت از این بهتر یک خونه ای داشتن که میخواستن این خونه رو بفروشن و خونه بزرگتری بخرن همزمان که خونه رو فروختن همچی شروع کرد به گرونتر شدن و اینا هرچی پول داشتن گذاشتن روی اون خونه رو پول اون خونه و یه خونه خیلی کوچیکتری در نهایت تونستم بگیرم به خاطر اینکه همه چیزایی ای داشت گرون و گرون تر به رئیس نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش ولی فکر میکنم ماجرا پیچیده تر از این حرفاست یعنی اینکه خیلی وقت آدم بر نوشتن یه شخصیت شاید پنجاه تا ایده از پنجاه تا شخصیت مختلف رو بگیره و همه رو بکنه های یک شخصیت یا مثلا برای نوشتن یک قصه از جاهای خیلی مختلفی ایده بگیره و کلی تخیل کنه کلی از زندگی واقعی برداشت کنه و در هر صورت میدونید خیلی چیزای زیادی رو بذاره کنار هم دیگه که شروع کنه به نوشتن یک فیلم نامه و در نهایت هم خیلی از اون ایده های اولیه نباشن تو فیلم میدونید خیلی وقتا ایده ای که باعث میشه شما فیلم نامه ای رو شروع کنید بنوشتن در نهایت خودش باقی نمونه تو فیلم نامه. چه بین این دو فیلم هست بالاخره هر دوی این فیلم رو من ساختم ماجرا از این قراره که اونجا دختری رو داریم که خودش هم خیلی دنیا دیده نیست و ولی در تلاشه که وضعیت رو نذاره از اونی که هست بدتر بشه میدونید یعنی آدم تریه ولی اینجا دختری که داریم خیلی در تلاش وضعیت رو خیلی بهتر از اون چیزی که هست میخواد بکنه یعنی اینکه چون کار میکنه چون تحصیل کرده است آدمهای مختلفی رو تو زندگی دیده در موقعیت های مختلفی قرار داشته میدونه شکل واقعی و شکل بهتر زندگی، یعنی شکل بهتر زندگی چه شکلیه چیزی که چیزی که واقعیت و به نظر این روسا خیلی بیشتر از قبل داره دیده میشه و شما اینو از تعداد زنهای سرپرست خانواده میتونید متوجه بشید اینه که واقعا زنها به نظرم آدمهایی که خیلی زودتر واقعیت رو میپذیرن و خیلی زودتر به واقعیت واکنش نشون میدن یعنی که واقعیت رو میپذیرن و حالا تصمیم میگیرن باش چه کنن با این واقعیت مقابله کنن این واقعیت رو از بین ببرن یا از روش رد بشن میدونید و ببین همین که راه فرار کمتری دارن همین که علاقه شون به راه فرار کمتره و به نظرم خیلی بیشتر میجنگن جنگم برای اینکه وضعیت رو بهتر کنن ولی به نظرم ما مرد هم راه فرارمون یه جاهایی بیشتر هم علاقمون به این راه فرار بیشتره علی رزا. یه کار درست را بنداز برادراتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار به من استرس نده تو رو قرآن الان منو دیدی یاد کار رو انداختن و افتادی؟ خودم ده بار خواستم تنهایی یه کاری بکنم نتونستم تنهایی چی؟ با منو چهر را مینداختین سه تا داداشی دیگه هم داری؟ اصلا یکی از ترسای من خود منو چهره من در ت... اون اول دانشگاه فیلم نامه سینمایی نوشتم به ترانه علی دوستی دادمش اون فیلم رو خیلی دوست داشت خیلی هم استقبال کرد که بازی کنه ولی متاسفانه من انقدر بچه بودم که هیچ تایکاندی حاضر نبود به ما پول بده خلاصه گذشت و بعد سالها دوباره من موقع نوشتن فیلم نامه خیلی ناخداغا به ترانه فکر میکردم در نهایتم فیلم نامه رو به ترانه گفتم که میخوام بهش بدم اونم استقبال کرد فیلم نامه رو بهش دادم و همکاریمون شروع شد خیلی همکاری درجه یکی هم بود یعنی اینکه ترانه خیلی بازیگر خلاقیه خیلی بازیگر باهوشیه و از طرف خیلی بازیگر همراهیه بازیگری که دائم بر خودش ایده داره بر شخصیت خودش ایده داره یعنی بازیگری که خارج از فیلم برداری هم داره به کاراکترش فکر میکنه و ترانه یکی از این ویژگی ها رو داره و یه چیزی هم که وجود داره اینه که اگر واقعا بازیگری بازیش بد بشه تقصیر کارگردان. اگر بازیگری بازیش خوب بشه یعنی کارگردان خوب هدایت کرده ولی بازیگری که میدرخشه دیگه بازیگریه که خودش انجام داده دیگه میدین یعنی درخشش بازیگر مربوط به خودش میشه و فکر کنم ترانه یک بازیگر درخشانه ببینید اینها در اصل فقط یک خانواده هن. و هر کدوم اینا نماینده ای از یک بخش جامعه خیلی نیستن یعنی من اینجوری ندیدمشون من یک خانواده رو دیدم که تعدادشون کم نیست تعدادشون تقریبا زیاده و برام چیزی که اهمیت داشت این, این کاراکتر آدم ها و روابط بین کاراکترها ها بود همیشه اولویت هم در فیلمسازی آدم هان و روابطشون واقعیت از این قراره که خب اولا که این بازیگر همه های من هستن، دوستهای صمیمی من هستن بعد هم، بعد اینجا با بازیگرهای ما کار کردیم که قبلا کار نکردیم یعنی نقشه خیلی اصلی مثل ترانه، مثل آقای پور سمیمی ولی چیزی که وجود داره اینه که ربطی به این نداره که ما قبلا با هم کار کردیم یا نکردیم ماجرا از این قرار که من وقتی فیلم نامی نویسم ناخداغا به یه سری آدم فکر میکنم یعنی دا... یعنی به خودم میام میبینم که یک بازیگری مثلا پیمان داره این دیالوگا رو میگه پیمان داره این شکلی راه میره پیمان داره این کارا رو انجام میده یا مثلا نوید داره این دیالوگا رو میگه میدونی این شکلی من ناخداگاه موقع نوشتن فیلم بازیگر رو انتخاب میکنم ممکنه بازیگر رو کسایی باشن که باشون کار کردم ممکنه کسایی باشن که هیچ وقت باشون کار نکردم بابا تو دعوت کردن عروسی به عنوان بزرگ فامیل بره اول از همه کادو بده بیشتر از همه هم بده او بش میگیم کم کادو بده نگو نمیتونه بابا بزرگ فامیل هر چقدر بخواد کادو بده بقیه مجبورن کمتر از اون بدن بزرگ فامیل بخواد کم کادو بده نفر بعدی بعد کمتر نفر بدتر بعد کمتر تر اینجوری ساب عروسی بدبخت میشه علی رضا تو تا یه دفعه عروسی نکنی آب رو حیثیتت مثل من نره نمیفهمی فامیلا این چه عوضیایی هست اجالت بکش تو عروسیت تو کم سکه داد اینو جدا یکی بگو که زیر و تو ندونه هرچند که همیشه در فیلم سازی میدونم باید طرف مردم بایستم ماجرا از این قراره که من با عنوان یک فیلم ساز سری ایده دارم برای فیلم ساختن ایده ای که خیلی بیشتر منو با خودش همراه کنه من میرم به سمت اون ایده یعنی ایده ای که بیشتر فکر منو مشغول کنه یعنی که ایده ای که من هر جای به اون فکر کنم پشت فرمون توی خونه در حال قدم زدن حتی قبل از خواب حتی توی خواب میدونید حالا بعدا میام برای اینکه قسم رو سر و سامون بدم به یک استراکچری برسم به یک ساختار درستی برسم حتما به ابزارهایی نیاز دارم و فکر میکنم این موزلات و مشکلاتی که راجبش حرف میزنیم میشن در اصل زیرلایه یا زیرمتن کار میدونید یعنی میشن لایه هایت درونیتر و عمیقتر کار که در نهایت ابزاری هم هستن که ما به یه قصه بهتری برسیم اینجوری نیست که اول بگیم خب یه چنین دغدغه و مشکلاتی وجود داره حالا بیایم بر اساسش یه قصه طراحی کنیم واقعا اینجوری نیست اول یه قصه بعد وجود داشته باشه که حالا توی اون قصه بشه یک سری موزلات و یک سری مشکلات اجتماعی رو هم گنجون اونم تا جایی که خود قصه فرا بخونه تا جایی که خود قصه این رو بخواد نه که ما بهش تزریق بکنیم به قصه این شکلی که میدونید خب آدم میره مستند میسازه نمیشه اینا رو ندید یک سری موضوعات اجتماعی خیلی دراماتیک بزرگی که دائم خودشون رو یادآوری میکنن روزانه هفتگی ماهانه میدونید و اگر هم یک موضوع یک معضل اجتماعی یا هر چیز دیگه یا هر معضل دیگه‌ای گاهی اید... به ایده تبدیل میشه به خاطر اینه که خیلی دراماتیکه یعنی در اصل دراماتیک بودنشه که مهمه باز... انگار که بازیگر داره همه چیز رو بداهه میگه ولی واقعیت اینه که همه چیز نوشته شده و توی دورخونی ها تمرین شده ولی خب ما همیشه با هم در تعاملیم ما خیلی وقتا یه بخش زیادی از تمریناتمون رو میذاریم برای حرف زدن راجع به آدم ها و کاراکترها و اینکه منطقی کنیم کارهایی که آدم ها دارن میکنن و یا چیزهایی که دارن میگن خب به ایده بچه هم همیشه گوش میکنیم چون واقعیت اینه که من همیشه شانس این داشتم با بازیگره خوبی کار کنم که خودشون ایده های خوبی هم میدن راجع به کاراکترهایی که دارن بازی میکنن ولی به طور کلی این شکلیه که ما صفر تا صد ماجرا رو می نویسیم قنداقه با کن ببینم خب سخت بازو بسته کردن قنداقه بچه با نه نه بازش کن پدرسک آقا چه خبره اینجا بیمارستانه تشریف برد بیرون لطفا من معذرت میخوام بابا آبرون رو بردی لیلا بیا بازش کن تا سکته نکرده بیا بیا سفر. بیا آه به پسره ما یک لوکیشنی انتخاب کردیم که دو تا خونه فکر کنم و 45 متری کنار هم دیگه بودن اینا رو با هم گرفتیم و ادغام کردیم به خونه 90 متری رسیدیم ولی برای یه گروه 60 70 نفره که گروه زیادی اند به سختی میتونستیم اونجا خودمون جا بشیم ولی من خیلی برام مهم بود که توی لوکیشن واقعی بیایم این کار رو بکنیم یعنی تو لوکیشن واقعا کوچیک بیایم این فیلم رو بسازیم در نهایت نتیجه این شد که خب ما تونستیم این اتفاق به سمر برسونیم و به اون چیزی که میخواییم در لوکیشن برسیم و از اون طرف هم چرا من اصرار داشتم روی موضوع به خاطر اینکه نشون بدیم این آدم ها واقعا خلوت ندارن کسی به تنهایی برای خودش اتاق جداگانه ای نداره این آدم ها دائم کنار همن و مجبورن توی کلوزاب همدیگه رو ببینن دائم نزدیک به همن دائم سرشون تو کار همدیگه است نمیتونن از هم جداشن حتی میدونید حتی نگرانی هاشون هم باعث دردسر میشه یعنی که اینا خیلی نگران هم خیلی به هم فکر میکنن به خاطر این نزدیکی بیش از حدی که دارن به خاطر این خلوتی که براشون وجود نداره میدونید خیلی جا حتی این آدم ها بر درد هم دردسر میسازن ولی همدیگر رو دوست دارن خیلی جا به هم بی میکنن ولی در نهایت همدیگر رو دوست دارن تا جایی که بس انسان و روابط انسانیه ما این شکلی بهش فکر کردیم توی اه... کارگردانی و ولی وقتی بحث بحث اجتماعی مثل کارخونه ما میایم سراغ پلان های بازتر توی لوکیشن های بزرگتر که بزرگی ماجرا رو نشون بدیم و یا عمق فاجر رو واقعیت اینه که من از 15 سالگی سینما خوندم بعد خیلی هم فیلم دیدم اینکه دقیقاً کیاروم تاثیر گذاشتن هم کار سختیه چون من خیلی فیلمسازهای مختلفی و با حالا نمی‌خوام میگم با ژانر مختلف ولی هر کدوم سبک خاص خودشون رو دارن و خیلی زیاد دوست دارم یعنی این تعداد اینا آدم های کمی نیستن اینا فیلم کمی نیستن تعدادشون خیلی زیاده سینمای ایتالیا خیلی همیشه فکر کردم که به من نزدیکه یا من خیلی به اون نزدیکم یا سینمای دهه 60 و 70 و 80 آمریکا سینمای فرانسه میدونید خیلی فیلم ولی چون من از اون سن سینما خوندم در هنرستان بعد در دانشگاه هم سینما خوندم هیچ وقت به غیر از سینما کاری نکردم این کار سختی باشه که بخوام با چند تا اسم و هیچ وقت هم به این قائل نبودم که بگم این بهترین فیلم تاریخه این بهترین میدونید ولی یک نکته که وجود داره اینه که من از سینما زندگی کردن یاد میگیرم نقصی بکنم